برگشتیم دوستان، باز هم به ادامه برنامه خوش آمدین. در این قسمت هم مهمان داریم، استاد حمید عزیز، استاد دانشگاه با ما هستند در بخش روانشناسی و در رابطه با چگونگی کاهش مصارف ازدواج صحبت میکنند. سلام استاد، صبحتان بخیر و خوش آمدین در برنامه. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب احترام خدمت شما و همه بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون زن. امیدوار هستم که یک صبح خوب و خوش و بدور از حادثه سر همگی ما شما شروع کرده باشیم و تا پایان روز به خوبی و خوشی سپری شود. یک تذکر بتم، چون سومین بار شد تخلص من عزیزی است، چون عزیز گفته سومین بار شد دیگه تذکر دارم خدمت شما. با مزجت، البته چون یادآور نشدین ما همی سی بار تخلص شما را اشتباه گفتیم. با مزجت و هم درنگ سنگه چه استاد یادونه و کرد مونگ بس در دره مورز ده چه دوام لری، چون بس دیر غلط موضوع و حق موضوع دی چه واقعا هم دلیدون که پو ذهنون که هم یاش میره پختنی دیو باید دقا مسائل دی چه هر شی ذهنی سازی و شدی هم دیخ پراون و لاره هم دست استادان و لاره چه دوی دغه موضوعات خلکو په ذهنونو کې ورته ځای ورکړي تر څو خل ستونزو څخه وژغورل شي. نن مو هم د واده په دې موضوع باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شو د واده مصارف راکم کړو تر څو د واده نه وروسته موږ او تاسو له ستونزو سره مخ نه شو. استاد مهرباني، نو تاسو هم په همدې موضوع باندې اشاره وکړئ لیدونکو ته مخ ته لاړ شي. تشکر. ببینین، در هفته های گذشته یک سری صحبت هایی داشتیم و مخصوصا صحبت هایی که در هفته قبل در اواخر برنامه داشتیم در رابطه با اثرات سنگین بودن یعنی هزینه های ازدواج، میخوام یک کوتاه و خلاصه به او اشاره بکنم. با توجه به اینکه هزینه های ازدواج در کشورهایی که معمولا بالا هست، در او آرام آرام سن ازدواج هم بالاتر میره. وقتی که سن ازدواج بالا میره، افراد مختلف بر مبنای نیازهایی که دارن، گفتیم 5 تا بلوغ و در آقایان 6 تا بلوغ که باید تکمیل بکنن، این بلوغ ها هر کدام نیازمندی های دارن، نیازهای جنسی، عاطفی، روحی، روانی و هیجانی، هر کدام از اینها نیازهایی هستن که انسان به طور بسیار جدی و طبیعی به دنبال از او هست. حتی اگر در حیوانات نگاه بکنین، در طی تمام طول سال اینها زندگی میکنن، به نیازهای جسمی خود میرسن، به نیازهای حیاتی خود میرسن، اما در فصل خاصی که نیاز به جفت و نیاز به همسر دارن، حتی عمر و حیات خود به خطر میندازن برای تامین نیازی که مثلا یک همسری به عبارتی در کنارشان باشه. در این به عنوان ذات طبیعت است. در انسان ها هم همینطور هست. اگر شما سن ازدواج را به عبارتی تی بکنین و در او دوره ازدواج نکنین، ناخودآگاه یک تعداد نیازهای برآورده نشده در وجود شما است که شما را ضعیف میکنه برای حرکت در ادامه مسیر. بر فرض مثال یک کسی گرسنه هست، وقتی که بلند میشه میخواد بره پانتون یا میخواد بره سر کار یا یک جای دیگه بره، به خاطر اینکه نیاز به غذایش برآورده نشده، میبینین که بسیار کم توان و کم انرژی خواهد بود. کسی که در داخل محیط خانواده به شدت محیط پرخاشگر و محیط عصبانی است، نیاز به محبتش در خانواده برآورده نشده، وقتی که میره در محیط کار، در اونجا هم افسرده و غمگین، ناراحت، بی‌حوصله برخورد میکنه و ناخودآگاه احساس کمبود داره. ازدواج هم همینطور هست. متوجه بی که خداوند عرض کردیم، گفته که وجعل بینکم مودت و رحمه، بین زن و مرد یا به عبارت بین دو جفت مودت و رحمت قرار داده، و بسیاری از نیازهای انسان، نیازهای روحی، روانی، هیجانی و نیازهای دیگری از این طریق برآورده میشه. در صورت ازدواج نکردن در سن ازدواج مشکل جدی و اساسی پیش میاد. بیایم یک نکته اشاره بکنیم. خب در کدام سن باید ازدواج کرد؟ بهترین و مناسب ترین سنی که در هفته قبل گفتیم شخص میتونه ازدواج بکنه برای آقایان بین سن 23 تا 25 است. از 25 که بگذره دیگه ناوخت شده، و پیش از 23 هم برای آقایان هنوز زود است، یعنی نباید خیلی عجله بکنن. بین 23 تا 25، حتی میبینیم پیامبر علیه الصلاه و السلام در حالی که در بدترین شرایط است، نه پدرش زنده است، نه مادرش زنده است، خودش یتیم است، مشکلات مختلف هست، ازدواج میکنه در سن 25 سالگی، یعنی از 25 اون طرف تقریبا نباید بره. برای خانم ها از این سن 18 دیگه تقریبا سن ازدواجش، ازدواج تا سن 24 و 25. 25 برای خانم هم که بگذره دیگه ناوخت است. و معمولا افرادی که بعد از 25 ازدواج میکنن، چه آقایان و چه خانم ها، کیفیت و لذت واقعی زندگی را تقریبا درک کرده نمیتونن. همونطوری که پیش از 23 اگر یک پسر ازدواج بکنه، زندگی را به مثابه یک بازیچه و یک سرگرمی میبینه و واقعا مسئولیت را نمیپذیره. 23 و 25 بهترین سن است. چرا میگیم 23 و 25؟ یک فرمول هم داره. در 7 سالگی وارد مکتب میشین، 12 سال مکتب میخورین میشین 19 ساله. 4 سال اگر پانتون بخورین، در 23 و 24 عبارت لیسانس تانه میگیرین. این دوره است که یک شخص باید یک جفت یا همسری داشته باشه، حالا چه آقا باشه چه خانم. ممکن کسی بخواد ادامه تحصیل بده، مثلا ماستری بخونه، حرفا میشه گیره به عنوان بخشی از دوره همراهیشون، به عنوان دوره نامزدی، گرچه به لحاظ روانشناسی نباید دوره نامزدی طولانی شه، ولی میشه که یک دوره همراهی و دوره نامزدی برای زنا در نظر بگیریم که اونها رو به یک منطقه بهتری به عبارت به لحاظ مالی و به لحاظ اقتصادی پیش ببره.
اما زمانی که هزینه ها افزایش پیدا میکنه، یک بودش اینو گفتیم که مشکلات بسیار زیاد است، افراد از زندگی لذت واقعی رو که میخواستن تجربه بکنن ندارن. دوم، قدرت باروری معمولا در خانم ها کم کم کاهش پیدا میکنه و مشکلات بسیار جدی دیگری رو به بار میاره. سوم، معمولا افرادی که در این سن ازدواج نکردن ارتباطات مختلف تجربه میکنن و هم خانم و هم آقا به شدت تنوع طلب میشن. زمانی که ازدواج هم کرد دیگه نمیتونه با یک نفر به عبارت طاقت بیاره و با یک نفر کفایت بکنه و ناخودآگاه اصطلاحا ایرانی ها یک جمله دارن میگن با دیگرا هم تیک میزنه، یعنی با دیگرا هم به عبارتی علاقمند هست، سعی میکنه که یک صمیمیت یک محبت با دیگرا هم داشته باشه، حتی اگر بتونه به عنوان یک شریک عاطفی برای خود پیدا بکنه غیر از همسر خود. مورد بعدیش این است که در نتیجه یعنی ارتباطات گوناگونی که شخص تنوع طلب میکنه و این داره سن ازدواج تعیین میکنه و احساس مسئولیتی نیست، ممکن است آسیب های بسیار جدی هم به آقا و بیشتر به خانم ها وارد شود. در نتیجه چیزی که سوء استفاده های مختلف، شکست های روحی روانی، شکست های عاطفی هم که از اینا مشکلات بسیار جدی رو خلق میکنه و یک دوره بسیار جدی افسردگی، ناراحتی، اضطراب، بی باوری، شک و تردید را در ذهن افراد بار میاره. یکی از دلایلی که در بین زوجین معمولا به عنوان شک و تردید ایجاد میشه این است که شخص بر فرض مثال یک پسر جوان با شخص با خانم های مختلف در دوره بر فرض 30 سالگی بر فرض مثال ازدواج کرده، در 28 ازدواج کرده، در 33 ازدواج کرده، از سن 18 تا همین سن ازدواج خود را با کسای مختلف ارتباط داشته و شرایط مختلف از اونها را دیده و تکنیک هایی را به دست آورده که بتونه یک شخصی را فریب بده یا بتونه به خود جذب کنه. حالا همیشه در زندگی خود نگران هست که نشه کسی همسر مرا به خود جذب کنه، نشه کسی را اصطلاحا میگن گپ بده، نشه کی با کسی ارتباط برقرار کنه، نشه گاهی وقتا ما که در خانه فشارش میتون به عبارتی سر یک موضوعی یک مسئله جدی میشیم یا گاهی قهر میکنیم، چون طبیعی زندگی ها بعضی وقتا قهر کردن و آشتی کردن هاست، نشه که به سمت کسی دیگه جذب شود و این مسئله مشکلات وجود داره. حتی ترس ازی داره شخص با خود فکر میکنه خب همونطوری که ما ارتباطاتی در گذشته پیش از ازدواج داشتیم ممکن خانم هم داشته باشه، این یک سوء ظن در ذهنش ایجاد میکنه و همیشه نگران میباشه، همیشه سعی میکنه بگرده ببینه که خانمش در کجا رسوا میشه پیش خودش که بفهمه که با کی ارتباط داشت. از طرف دیگه به محض اینکه خبر میشه که فلانی 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 برای خانم قبلا خواستگاری آمده بود، این با یک روحیه شک و تردید و سوء ظن نسبت به او افراد نگاه میکنه، نسبت به برخوردهای خانم خود در معرض از او افراد، مخصوصا اگر اونها از داخل خانواده و خاندان باشن، همیشه پریشان از این است که خب مثلا کی است. در خانم هم دقیقا همینطور هست، وقتی که سن ازدواج طی میشه به عبارتی همو دوره آمادگی برای ازدواج بسیار طول میکشه، میبینن که یک سری صحبت ها، یک سری اقدامات صورت میگیره، اقدامات نامناسب، مثلا یک کسی به یک کسی اقدام میکنه میخواد با او ازدواج بکنه که میفهمه اون نمیشه، اما فقط یک نام گذاشته میشه مخصوصا در داخل خاندان ها. حالا این آقا با یک خانم دیگه ازدواج کرده، با او خانم دیگه مثلا روبرو میشه، خانمش چون خبر داره که قبلا این خواستگار از اون نفر بوده، گاهی با خود فکر میکنه که شاید هنوزم او رو دوست داشته باشه، من دیگه برش عادی شدیم، من برش طبیعی شدیم، من برش تکراری شدیم، ممکن است که با او علاقمند شده باشه، ممکن است که علاقمند باشه با او صحبت بکنه، یک سلام علیکی عادی هم که بین دو نفر اتفاق میفته خانم به شدت احساس ترس میکنه. پس ببینید وقتی که سن ازدواج طی میشه و ازدواج صورت نمیگیره چقدر مشکلات را به وجود میاره. یکی از عمده ترین مسائلی که سن ازدواج را به تاخیر میندازه، یعنی طولانی میکنه که شخص بسیار دیر ازدواج بکنه، مسائل هزینه های مختلف است. گفتیم در هرم سلسله مراتب نیازهای ابراهام مازلو اول گفتیم نیازهای حیاتی، نیاز به آب و غذا، نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای مادی است، بعد نیاز امنیت است، بعد نیاز روابط اجتماعی است، بعد احترام اجتماعی است، بعد خودشکوفایی است، اما استعدادها و ویژگی‌های خاصی که افراد از خود بروز میدن. پس در نیاز اول ما برای تأمین یک خانواده یا برای تشکیل یک خانواده نیازهای حیاتی و نیازهای اقتصادی بسیار جدی داریم. زمانی که در جامعه ما نیازهای اقتصادی رو به شدت بالا میبریم برای ازدواج کردن، ازدواج را گران میسازیم، ازدواج را قیمت میسازیم، افراد برای برآورده کردن نیازهای خود به راههای منفی روی میارن، دزدی میکنن، کلاهبرداری میکنن، چل و فریب را به کار میگیرن، دروغ و دروغگویی آرام به عادتشان تبدیل میشه، به منظور از اینکه فقط بتونن زندگی خود را تامین بکنن. آرام آرام در این جامعه هم یاد میگیرن میگن بار خودت ببند یا گلم خودت عذاب بکش، به فکر دیگران نباش، جیب خودت پر کن. همین میشه که جامعه ما شما میشه یک جامعه دومین فاسد دنیا، جامعه میشه به شدت در او به عبارتی کذب و دروغ در بینش زیاد، صداقت به شدت در بین مردم کاهش پیدا میکنه. هزینه های ازدواج وقتی که بالا میره، جوان برای تامین نیازهای مادی و اقتصادی خود و همچنین برای تامین نیاز های روحی روانی خود به حربه ها و فریب های مختلف روی میره. از طرفی چون خانم ها هم در نقطه مقابل آسیب میبینن از همین افرادی که با فریب پیش رفتن، اونها هم به یک شک و بدگمانی پیش میرن و از طرف دیگه اونها هم شروع میکنن به فریب دادن، سعی میکنن خب پرسان میکنه که خب فلانی چیکاره است، میگه خب موتر داره، خانه داره، بر فرض مثال یک شغل خوب داره،
اصلا چهرهش ندیده، اصلا امراش بر میگه اینمی گزینه مناسب است از اینکه در بهتر دیگه پیدا نمیشه، بسیار یک شاهزاده است. زمانی که میبینه میبینه که مثلا بر فرض مثال به لحاظ معیارهای ظاهری که برای خود تعیین کرده بود هیچ کدوم نداره، ولی میگه برو خیر است، پیسه داره، خانه داره، امکانات داره، حداقل میتونم اونجا آرام باشم. چرا؟ به خاطر یک انتظاری داره در ذهن خود ناخودآگاه، میگه خب این نیازهای اقتصادی و نیازهای حیاتی مرا برآورده بکنه، نیازهای روحی و عاطفی خود باز خودم جای دیگه برآورده خواهم کرد. به صورت ناخودآگاه این در ذهن خود پیش فرض میگیره. اما اونهایی که بیشتر به نیازهای عاطفی خود توجه میکنن اکثرا نیازهای اقتصادی رو نمیبرن، میگن خب تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، یک کاری بالاخره میکنیم، کم میخوریم، اصطلاحا میگن میتونیم نیازهای اقتصادی خود تامین بکنیم. خب این یک بنیان اساسی جامعه را دچار تخریب و دچار صدمه و ضرر زیان میکنن. مخصوصا در بحث هزینه های ازدواج دو تا عامل هست که بسیار اساسی هستند که بسیار ازدواج ها را قیمت میکنن. یکی خانواده دختر به خاطر فرهنگ غلط و اشتباهی که فکر میکنن هر چقدر هزینه ها بالاتر باشه دختر ما برای خانواده طرف مقابل ارزش بیشتری داره، در صورتی که خانواده فکر میکنه که خانواده مقابلی که برای دختر ما آمده ما دختر خود قیمت به عبارتی برایشان اصطلاحا معذرت میخوام گیر به کار برم قیمت بی کنم اونجا ارزش بیشتری داشته باشه، اگر به عبارتی هزینه ها رو کمتر بکنم اونها بی ارزش مواجه میشن، پس معلوم است که خانواده مقابل ارزش فرهنگی و ارزش انسانی کافی رو ندارن، اصلا لازم نیست به اونها وصلت بکنین. اگر میبینید دخلت یه موضوع پیدا کیږي چې یعنی در اینجوری کورنه ای معمولاً وی چیزه که ستاسو پوینه چه کلوڑ بایو ایم نو ارزخت دیریگی دلتا بیا داغ نور کورنه ایو که مثلا سوکس دیتا راغلی پا جرگه بنده یا داغ دیالک کورنه دوی هم داغ سیاو ذهنیت لری مثلا که ایده دا مثلا قیمت کموسی یا دا چه دوی مصارف کموسی دوی تا هم دا بی ارزخت کاری و دلتا ملامت دوار رازیو آقا یم بای ذهنیت سازیو که ترسو یعنی دوی لپاره بیرتا گتر لری ودل تا کورانه دینجون کورانه هم بله و با ادامه گپای شامل ما هم باید یاد باشم استاد که بعضی از فامیل ها هستن اگر فامیل دختر فهمیده باشن و بخواین که دخترشان در خانه که قرار میگیرن، یعنی پول مهم نیست، جای مهم هست که دخترشان قرار میگیره و باید از نگاه روحی روانی یک فضای خیلی امن برش باشه. اما متاسفانه فامیل بچه همین فکر دارن که خب حالا یا اضافه بود یا بالای ما تحمیل کردن یا حالا دوست نداشتن دخترشان باشه به یک نحوه بر ما سپردن و گردن ما زدن، اینطور یک فکر هم دارن. من عرض کردم که دو عامل است که باعث گران شدن عروسی ها میشه، یکی روحی خانواده دختر که همین روحیه را دارن برمیگرده مسائل فرهنگی، یکی غیرت های کاذب. خانواده داماد میگه که خب ما غیرت داریم، ما اینقدر مثلا اون میگه که بر فرض مثال ولور یا قلیل یا بعض در جای مختلف نامای مختلف داره، مثلا میگه 2 لک، میگه نه 2 لک چی است، 5 لک نوشته بکن. اینا در حقیقت فکر نمیکنه خب من استطاعت و توانایی مالیش دارم، آیا کسای دیگه ای هم که در جامعه به عبارت همه قیمت بالا میره اونا توانایی از کار دارن؟ یعنی زمانی که شما ازدواج سخت میکنین فساد در جامعه دارین افزایش میتین. دو عامل است، اما یک چیز در نظر داشته باشین در مورد خانواده دختر برتون میگم. فرهنگ سازی در کل جامعه باید صورت بگیره، چون احتمال نمیتونه بگیم که کسایی که دختر دارن اینا همگی خرابکار هستن، کسایی که پسر دارن مظلوم هستن. اما خانواده هایی که پسر دارن در یک جایی بسیار خود مظلوم میگیرن، اما خانواده ها باز دختر هم دارن. وقتی که همینطور مثلا دختر خود چون روحیه و امو ذهنیت عام جامعه ای است که باید به یک سطح بالا انتظارات بسیار بالا رو برآورده بسازم، وقتی که دختر خود شوهر میده اگر ابتدا دختر است میگه از این پیسه زیاد بگیرم که باز بچه‌م اگه معاملهش انجام میتم آبرو و حیثیتم تامین شود. باز یا اگر مثلا بر فرض مثال اول برای پسر خود میگیره سعی میکنه که قیمت بیاره پایین، بعد وقتی که دختر خود میخواد شوهر بده یک کمی خیالش راحت تر از دختر گاهی وقتا مراعات میکنن به خاطر که او ترس از هزینه برشان از بین رفته. اما بعضیا هستن که روحیه دیگه ای دارن. من براتون میگم در مورد دختر دار بودن در افغانستان 3 ذهنیت وجود داره، یکی اونهایی که یک زندگی خانوادگی انسانی اسلامی دارن، یکی اونهایی که دختردار هستن، یکی اونهایی که دختر فروش هستن. تفاوت از 3 تا چی است؟ اونی که زندگی خانوادگی انسانی داره چی است؟ اولادش وقتی که عروسی کرد رفت در خانه داماد، هنوز اون اولاد خود میدونه، هنوز اونم خانواده جدیده که تشکیل شده بخش از خانواده خود میدونه، خوبی از خانواده رو خوبی خود، بدی از خانواده رو بدی خود میدونه. بعضی دیگه هستن گفتم دختردار هستن. دختردار چی است؟ سیالی و شریکی میکنه، چیزی که رسم و عرف است همون کارا رو انجام میده که باش که مردم مرخنده نکنه، نه بیشتر از این انجام میده که محبت باشه، نه کمتر از این انجام میده که کمکاری شه که مردم خندیش کنه. این دختردار است. یک تعداد کسا هستن وقتی که بر فرض مثال برای دختر خود شوهر میده یک سری معیارهای عجیب و غریب، ما از مردم خوردیم، ما نیفام گشتیم، ما چی شده و چنان شده و مردم بد میگه این دختر کاکاش به نه قدر ازدواج کرده و فلانی خیلی ازدواج کرده، یک سری
معیارهایی رو میگن، اما زمانی که برای بچه خود میگن کلگی از نار از تفاهم مهم است، انسانیت مهم است، روحیه مهم است، اما اینا در حقیقت آدمایی هستند که فقط یک دختر کلان کردن مثل یک محصول، میخواین میره بفروشه یک منفعتی ازش کسب بکنه، در این که دخترش در آینده در او خانواده‌ای که وارد میشه، در او زندگی که وارد میشه، ناآرام میشه، مشکل برش پیش میاد، آرام است ناآرام است، شوهرش برای چند سال مسافر میشه، شوهرش در نتیجه کارهای سخت دچار مشکل میشه، این برایشان مهم نیست. اتفاقا این افراد داد از غیرت میزنن، ولی در پایین ترین درجه غیرت قرار دارن دختر فروشا، به لحاظ شرعی هم پولی را که از بابت ازی بدست میارن، چون انسان را دارن معامله میکنن، چون دارن انسان فروشی میکنن، هم به لحاظ قانون و هم به لحاظ شریعت این حرام است و این پول برایشان کاملا حرام خواهد بود. در بعد دیگه اگر نگاه بکنیم، متاسفانه روحیتی که وجود داره هزینه های بسیار زیادی برای محافل بسیار گران قیمت برگزار میشه. من یک چیز جالب براتون بگم، در قرن 15 هم یا در قرن 16 هم تا قرن 18 هم تا نیمه قرن 18 هم هجری یک مکتب اقتصادی بر جهان حاکم بود، برای مرکانتیلیست ها برش میگفتن یا سوداگرا. در یک بسته تصویری امروز صبح اول برنامه‌تون دیدم در همون مورد بحث اقتصادی هم اشاره کردن. مرکانتیلیست ها ببینید 500 سال پیش یا 600 سال پیش یک فرمول داده بودن که شما محصولات ساخته شده خودتون رو به کشورهای دیگه روان بکنین، مواد اولیه از اونها رو بگیرین، اینجا سرش اشتغال ایجاد بکنین، پس هم محصولات ساخته شده رو به اون کشورها روان کنین. اون کشورها کشورایی هستن که نمیفهمن، یعنی عقل و درک و فهم کافی ندارن که اینا درک بکنن. شما محصولات ساخته شده رو روان بکنین که پیسه یا طلا و نقره از اونها رو جذب کنین پیش خودتون بیارین. در افغانستان ما هنوز با فرمول 500 سال پیش ما رو دارن فریب میدن. هتل های عروسی بسیار بزرگ، ما فقیرترین کشور دنیا هستیم، اعداد ارقام اگر بخواید در کشورهای مختلف از اینهای عروسی رو براتون میخوانم، فقیرترین کشور دنیا هستیم اما گران قیمت ترین عروسی ها رو برگزار میکنیم. بعد بر فرض مثال لونگی هم میزنیم، در بالای محفل هم میشینیم، سینه خودم پیش میدیم، میگیم که 2000 نفر نان دادم یا 5000 نفر نان دادم یا 1000 نفر نان دادم یا 700 نفر نان دادم، افتخار به خود میکنیم، در حالی که سعی نمیکنیم وضعیت اقتصادی جامعه ما چی است، وضعیت اقتصادی خود ما چی است، فرهنگی را که در جامعه با این عروسی های گران قیمت داریم ایجاد میکنیم چی است، از نتیجه اینمی خدماتی که کلا در امی هتل چند صد نفر نان دادیم یا قدر هزینه ها کردیم، چقدر پول از کشور ما خارج میشه، حجم پول در جامعه ما کم میشه، بیکاری و فساد و بدبختی و دزدی و قتل و غارت و گروگانگیری در جامعه ما چقدر افزایش پیدا میکنه. این دقیقاً همون بحث غیرت کاذب رو براتون گفتم، این هم در همین مورد هست که ما فکر میکنیم بر فرض مثال اگر یک عروسی پر زرق و برق برگزار بکنیم این غیرت است، فکر میکنیم اگر اینقدر هزار نفر نان بدیم غیرت است، در حالی که غیرت واقعی نیست که شما در معرض مردم در روز اول خود نمایش بدی که محفل بسیار بزرگ گرفتم. غیرت واقعی است او خانمی را که تو فکر میگونی که از تو که ضعیف است، از تو که ناتوان است، او در کنار تو احساس امنیت بکنه، او در کنار تو یک زندگی آرام داشته باشه، او در کنار تو مورد تنبیه قرار نگیره، او در کنار تو رشد بکنه، نه اینکه یک کسی باشه که او را بزنه در سرش که برو در پسخانه فقط بوش و یا پخته بکو و چیز بکو، حق حرف زدن نداری، حق چیزی نداری، چیزی که من میگم تو انجام بدی، غیرت او نیست. کسی اگر واقعا میخواد که خود غیرتمند و خود با غرور خود با عزت نشان بده، عزت او نیست که شما 2000 5000 10000 نفر بیاره. بسیاری از زندگی ها رو میبینین که همه تو غیرت و غرور کردن آمدن، بعد فردا پسرش رفته به خاطر از اینکه اینمی هزینه ها رو تامین بکنه قرضدار شده، در مسیر راه کشته شده، در مسیر راه خارج یا در یک دریا غرق شده، یا چقدر فلاکت ها رو در کشور دیگه داره تحمل میکنه، فحش و ناسزای خارجی ها رو مثل ایرانی ها، مثل پاکستانی ها، مثل دیگه کشورها تحمل میکنه تا اینمی هزینه رو تامین بکنه بیاره. اونجا غرور خود میبازه، اونجا غیرت خود پایمال میکنه، بر فرض مثال که غیرت کاذب در جامعه خود تامین بکنه. از طرف دیگه وقتی که ازدواج ها رو ما گران قیمت میکنیم، ازدواج کمی به تاخیر میفته، این دوره ای را که اوج دوره جوانی که انسان شادابی و نشاط و فرح بسیار بالایی داره، میتونه در کنار جفت خود بسیار یک زندگی شاد، پر از خنده، پر از خوشحالی، پر از خوشی را داشته باشه، این را طی میکنیم، از دست میتیم، در یک دوره با هم ازدواج میکنیم به شدت افسرده و غمگین و ناتوان و بیروحیه و بی‌حوصله است. وقتی که ازدواج کردیم، هزینه های ازدواج به شدت بالا رفته، داماد به شدت قرضدار شده، اعصابش خراب است، مصروف قرض خود است، صبح وقت میبره، شب ناوقت خانه میاد به خاطر که قرضا رو تامین کنه، خانم هم در خانه نشسته فقط در و دیوار سعی میکنه، دلتنگی باعث آرام آرام افسردگیش میشه، هر روز بیشتر اوقات روز به خواب تیر میکنه، یا اینکه به درگیری با به عبارت ننو یا کسای دیگه‌ای که در داخل خانواده هستن با اونا تیر میکنه. این هم داره همین دوره ابتدای ازدواج که میتونه شیرین ترین دوران باشه به افسردگی و ناراحتی تیر میکنه خانم، و آقا هم با فشارهای بزرگ مالی، با فشارهای بسیار جدی داره این دوره رو تیر میکنه. به محض اینکه این فشارها برطرف میشه، میبینن دو تا سه تا چهار تا اولاد دور برشون است و اون مشکلات مربوط به اولادداری و تربیت فرزند باز هم اینا رو نمیگذره زندگی کنن، در اینا در این لحظه دیگه احساس میکنن خب از زندگی خود هیچ استفاده نکردیم، در فکر ازی هستن که زودم این اولاد ما کلان شوه که ما بتونیم این اولاد خود سرشان کار بکنیم، اینا درآمد کسب بکنن که باز ما بتونیم بشینیم لذت ببریم. اما این دوره که میرسه به یک وقتی میشینن که لذت ببرن، میرن زانو درد میکنه، گردن درد میکنه، پای درد میکنه، جگر خراب شده، شوشا خراب شده، قلبشان دیگه مشکل داره، فشار خون دارن، چیز را خوردن نمیتونن، مشکلات مختلف است. وقتی با این هم موانع مواجه هستن، حالا هم از زندگی لذت بردن نمیتونن، به یک باره که کم کم بخواین طعم آرامش
میشن و تداوی میشن. اگر وضعیت مالی خانوادهشان هم خوب شده باشه، اسرائیل علیه السلام در پیششون استاد میشه، میگه بفرمایید که تشریف ببرید. استاد یعنی رختیا هم خو نکته ته اشاره وکړه، هغه څه چې واقعا زمونږ په ټولنه کې رختیا دي او موږ تاسې ټولې شاهدانې. اوس به هم راشو دې ته چې موږ څنګه کولی شو، څنګه ذهنیت سازي وکړو تر څو دغه ستونزې شاته پاتې شي او دغه د ودونو دغه مصارف چې کوم دي، کوم کورنۍ یعنی دغه دواړه کورنۍ چې په دې موافقه هم کوي، یا دا چې بیا وروسته په زړونو کې عقدې پاتې کېږي کینې اوسي، بیا هم هغه پخوانۍ خیخي، هغه پخوانۍ دوستي نه پاتې کېږي د همدغه مصارفو له لارې. څنګه موږ کولی شو دغه مصارف راکم؟ خداوند به شما خیر بده. بهترین سوال مطرح کردید. حالا با این وضعیت هایی که گفتیم چی باید بکنیم؟ درست نمی است، انتقاد که میکنیم باید بجاش پیشنهاد داشته باشیم. اولین مسئله، مدیران خانواده ها، مدیران خاندان ها که کلان قوم، کلان خاندان یا کلان خانه هست، ای باید یک روش منطقی را در پیش بگیره، غیرت و معنای واقعی بفهمه، دخترداری و دختر فروشی نکنه، بلکه رابطه انسانی خانوادی انسانی و اسلامی بسازه. یک. دوم مسئله ای، وقتی که فکر میکنین دخترت قیمت باشد و خانواده ارزش داره، ارزان باشه ارزش نداره، او خانواده شایسته وصلت نیست. پس از وصلت با او خانواده بگذارین، با خانواده وصلت بکنین که شایستگی زیر داشته باشه، که ارزش اولاد شما را به ارزش انسانیش بدانه، نه به ارزش پولیش. متاسفانه یک چیزی که در جامعه ما شما وجود داره، من یک خاطره ای را از یکی از وزیرای زن یکی از کشورهای همسایه ما شما مثال میزنم. یک خانم بود، وزیر بود، سالهای سال وزیر بود. ای در یک برنامه اومد، امروز صحبت کردن، گفت خانم وزیر چقدر طلا داری؟ گفت فقط اینم یک چلم یا حلقه‌ای که اسمی رو دارم. گفت هیچ طلا نداری؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت به خاطری که نامش معصوم ابتکار است. گفت به خاطری که معصوم ابتکار خودش ارزشمند است، نه اینکه با طلا خود ارزشمند جلوه بده. گفت وقتی که شما در محافل در عروسی ها میرین، اونجا خانم های دیگه طلا دارن، شما احساس کمبود نمی کنین؟ گفت نه، او خانم ها خودشان میفهمن، تصور خانم ابتکار بود، او خانم ها خودشان میفهمن که چیزی ندارن، مجبور هستن با طلا خود زیبا جلوه بدن. من میفهمم، من معصومه ابتکار هستم، من دکترا دارم، من وزیر هستم، هزار تا طلا از اینا در اختیارم است، هزار تا طلا از اینا را اگر من بخوام میتونم تامین بکنم، من خودم ارزشمند هستم. اگر باور ذاتی همه انسان های جامعه ما شما پیدا بکنن، نیاز نیست که ما با بسیار زرق و برق روی بریم تا ارزش واقعی خود نشان بدیم، تا ارزش حقیقی خود به نمایش بگذاریم. مسئله بعدی است که فرهنگ سازی اجتماعی به لحاظ ساختار دولتی، وزارت اطلاعات فرهنگ، وزارت عجب قاف، وزارت معرف، وزارت تحصیلات عالی افغانستان، همه یک ساختار را طراحی کنن. ما بر فرض مثال شما اینکه بیاین دی برنامه بشینین، باید 12 سال مکتب بخونین، 4 سال ژورنالیست بخونین، 16 سال آموزش ببینین تا بیاین دی برنامه. من اینکه بیام در برنامه خدمت شما بشینم، تقریبا 19 سال باید تحصیل بکنم، باید بیام پیش روی مردم صحبت بکنم. اما بهترین و اساسی ترین بنیاد یک اجتماع که خانواده هست، هیچ آموزش خاصی سیستم تحصیلاتی افغانستان به افراد نمیده که اونها بفهمن در زندگی آینده چیکار بکنن. باز در سیستم تحصیلات عالی ایران یا در سیستم تحصیلی ایران، در دوره مکتب صنف 11 و 12 یک درس هست که در مورد خانواده اکثر آموزش های میده، یا یک درس در دوره پانتون هست به نام تنظیم خانواده که بعضی آموزش های مسائل ابتدایی خانواده رو میده. ما در سیستم آموزشی خود هم در دوره مکتب هم در دوره پانتون هیچ مطلبی را نداریم که به خانواده آموزش بده، به اینمی جوان ها، پسرها و دخترهایی که فردا قرار است خانواده تشکیل بدن، به اینا آموزش های بده. بحث ها و مطالب علمی که برای ساختار خانوادگی هست در مطالب علمی ما در مکتب و در پانتون ها وجود نداره. این مطلب بعدی است که کمکاری ما را این 4 تا وزارت باید اینو جبران بکنن، به لحاظ اینکه بانی فرهنگ اصلی جامعه هستن، به لحاظ آموزشی و به لحاظ رفتاری. بعد دیگیش این است که ما کسایی که یعنی دوچار یعنی کسایی که دارای یک فهم و دارای یک دانش طبیعی و دانش خوب هستن، در محافل و در جاهای مختلفی که حضور پیدا میکنن، یا خودشان وقتی که الگو و نمونه میشن، سعی کنن همین ساختارها رو عوض بکنن. الحمدلله ببینین بعضی از قشرهای مردم جامعه ما شما به همین شعور و به همین فهم رسیدن. مثلا ازدواج‌های مشترک برگزار میکنن، درست شد؟ یا مثلا ازدواج‌های دست جمعی برگزار میکنن، مثلا یک دفعه 200 تا 300 تا 400 تا خانواده با هم دیگه وصل میشن، وصلت میکنن، عروسی خود در یک روز برگزار میکنن. او یک روز که برگزار میشه میره واقعا آرزوها و آرمانهای افراد برآورده نمیکنه، بلکه عقده افراد برآورده میکنه. این فکرتون باشه، یک کس میگه من آرزو دارم که عروسی بچه خود ببینم یک قدر نفر باشه، این عروسی که برگزار میشه بعد برش میگه خب آرزویت برآورده شد؟ میگه بله، به لحاظ روانی و به لحاظ روانشناسی آرزوش برآورده نشده، عقدهش برآورده شده. و وقتی که ازش پرسیدن چی آرزو داری، باز میبینی که یک تعداد آرزوهای دیگه هم داره و آرزوهای فراتر، و از این آرزو ممکن است حتی میگه خب مثلا فلانی در محفل تو کرد، فلانی یک قاب برنج در زیر میز خود مانده بود، فلانی پلاستیک آورده بود در داخلش انداخته بود، فلانی میوه ها هم روی خود میبرد، فلانی سعی میکرد که مثلا کلان کلان لقمه بزنه. این سری گپای عجیب و غریب که بین بعضی از خانم ها رایج است.
این عقده ها را برای برآورده کردنش کسایی که مدیران جامعه هستند، کسایی که دارای سواد و دارای دانش اجتماعی کافی هستند، اینها آرام آرام مردم متوجه از این عقده های اجتماعی بکنن تا از اینا صرف نظر بکنن. یعنی مردم نیاز شناسی صورت بگیره، من بفهم که نیاز واقعی ما چی است و عقده ها چی است و من نشه که عقده های خود به عنوان نیاز بشناسم. سلامت باشین استاد، سپاسگزار هستم از حضور شما در برنامه و در برنامه بعدی ان شاء الله بحث ما ادامه داره و روش صحبت میکنیم. شامل رسیدیم کم کم به لحظات اخیر برنامه و ناگزیر هستیم که از حضور تمام بینیدای عزیز خدافیزی بکنیم و امید که عزیزای دل هم از داشته های برنامه امروزی بامشاد هم لذت برده باشند و تا برنامه بعدی که ما و همکارم شمله در خدمت شما قرار میگیریم، شما را به خداوند پاک بسپاریم. پاتی ارز منیک مرغوسا، خوشحال جمع هم لریم.